خب امیدوارم که بخش اول توضیحاتی که در مورد کتاب این کتاب ایران باستان و حالا این جلد ایران در سپیددم تاریخ هست رو که قبلا گفتم دیده باشید. حالا ما ادامه میدیم، مرور میکنیم بر اینکه کیفیت محتوا و کیفیت چاپ و صحافی اینا رو با هم بررسی کنیم. ببینید، یه چیزی که خیلی مهمه توی صحافی، خیلی از کتابا وقتی صحافی میشه این بغلا چسب خورده و وقتی باز میشه تمام این چسبا خرابکاری میکنه و کتابو از بین میبره، اما خب این دوخت شده و چسبم اون ته خورده که خیلی مشکلی ایجاد نکرده، کاملا تر و تمیز و مرتبه. دقت کنید روی قسمت های مختلفی که من بهتون میگم. مثلا این قسمت رو شما نگاه کنید، من اینو میارم بالا، ببینید که این تیکه وقتی که دو تا صفحه در کنار همدیگه قرار گرفته چقدر دقیق این دوتا صفحه روبروی همه. الان این صفحه هم باز نگاه کنید، این خیلی مهمه توی صحافی. خیلی جاها اصلا این کار نمیکنه و خرابکاری به بار میاره و از جمله جاهایی که این اتفاق ممکنه بیفته و مشکل ایجاد کنه همین جاهاست که ببینید مثلا یک تصویره که این اتصالش به هم خب خیلی مهمه. بنابراین این خیلی مهمه که صحافی که انجام میشه درست انجام شده باشه. قبلا که خب یه مقدار صحافی ها شاید کار دقیق و خوبی انجام نمیدادن، خیلی از اوقات تقریبا مثلا من میتونم بگم حدود 15-20 سال پیش به ناچار تو طراحی باید این صفحه هایی که به این شکل قرار می گرفت، حالا ندیگید نه توی همچین کتابی که انقدر تصویر داره و انقدر کار کرده، بعضی از صفحه هایی که مثلا مجبور بودیم صفحه دو صفحه بزنیم، خب اون دو صفحه رو مینداختیم یک جایی که در واقع اون ورق دوخت شده یا از اونجا باز شده. مثلا اینجا ببینید، اینجا الان دوخت کارو میبینید، اینجا من میارم بالا. بنابراین این دو تا صفحه اصلا به هم پیوسته است و طبیعتا خب این پیوسته است و این مشکل ایجاد نمیکنه. ما ناچار بودیم که یه همچی کاری بکنیم، ولی الان خب خیلی همه چیز رشد کرده و کارا هم خیلی ترتمیز و مرتب تر شده. میایم ادامه میدیم روی این قضیه. ببینید اینجا باز همه آیتم ها و سرتیترا قشنگ با فونت مناسب خودش کار شده و استفاده از این المان هایی که توی کار اومده. مثل من اینجا بیارم بزرگ کنم، ببینید مثلا این المان یا این المانی که اینجا میبینید یا این المانی که روی همه این در واقع کارا زده، اینها خب کارو خیلی تمیز و مرتب میکنه. یعنی اینکه خب این فلش رو به بالاست، یعنی این توضیحات این تصویره و این توضیحات این تصویره. اینکه رنگی که استفاده کرده خب متناسب با رنگ خود صفحه گرفته، بنابراین طبیعتا تو صفحه هایی که رنگ فرق میکنه اینها را هم رنگاشون رو متناسب با رنگ کل اون بخش در نظر گرفته. اینجا باز اگر دقت کنیم ببینید اینجا باز خاکستری گرفته که اینم تقریبا حالا خاکستری که نه، مثل این که بنفشه و این المان ها کارو خب خیلی جذاب و خیلی جالب میکنه. اندازه حروفی که اینجا گرفته برای خود زیرنویس تصویرها، اول اینکه خب
بهتر اینه که حروف تنوع نوع نداشته باشه، تنوع تایپ فیس نداشته باشه، به خصوص روی متن. بنابراین این مسئله رعایت شده و فقط جدا کردن قسمت های مختلف، مثلا این تاریخچه مطالعات و اینجا متن اومده، خب این تاریخچه مطالعات رو با یک وزن دیگه آورده، اینو مثلا بولد کرده، اینجا باز به همین ترتیب اینو بولد کرده و یه مقدارم بزرگتر کرده، اینو بولد کرده و شاید یک اندازه بزرگش کرده. همین کارها، همین ظرافت ها توی کار باعث شده که کار بهتر دیده بشه. اگر این جزئیات نباشه تفاوتی ایجاد میکنه بین یک کار زیبا توی طراحی و یک کاری که دقت لازم نشده. این که توی قسمت‌های مختلف تصاویر فلش زده و آورده بالا و یه توضیح داده، اینها کارهای جالبیه که میگم توی انتشارات دیکه خیلی نمونه کارهای اینجوری وجود داره. این حرکت‌های جالبیه، در نظر داشته باشید که تصویرتون رو PNG بکنید که بک‌گراند نداشته باشه و توی این دیزاین بتونید متن رو دور اون تصویر بگردونید و حالا هوای خوبی به کار میده. استفاده از این خط‌هایی که خیلی نازک آورده و ستون‌ها رو از هم جدا کرده کار جالبیه. رنگ‌هایی که توی کار اومده خیلی خوب کار شده، به طوری که واقعا طلایی رو خیلی خوب طلایی می‌بینید. این وقتی اهمیت پیدا می‌کنه این قضیه که شما در نظر بگیرید که یک کاری که چاپ میشه اینجور نیست که این صفحه به شکل مستقل چاپ بشه، این صفحه در کنار صفحات دیگه قرار میگیره. یعنی مثلا ما یک فرم داریم که این فرم به فرض در مورد این کتابی که رحلی هست، این فرم به این شکل 4 صفحه توی این قرار گرفته و وقتی که این صفحات در کنار همدیگه قرار گرفتن، مثلا داره با 50 در 70 چاپ میشه، خب کنترل رنگ هایی که تو این صفحه هست و توی این صفحه هست، چون چاپ در واقع از این بخش میره توی ماشین و مرکب ها به این شکل روی کار روی ماشین قرار گرفتن و کنترل این مرکب ها، یعنی مثلا اینجا اگه شیر مرکب رو باز کنن، خب طبیعتا روی این تأثیر میذاره و روی این یکی هم تأثیر میذاره. به همین ترتیب تأثیر این شیرهای مرکبی که بازه روی این در واقع مسیرهای موازی که توی این فرم چاپی قرار داره تأثیر میذاره. بنابراین میبینید که کار رو مشکل میکنه. اگر اینجا مثلا رنگ به فرض مشکی زیاد داشته باشه و اینجا کم داشته باشه، کنترل رنگ مشکی توی برج بلک خب خیلی سخت میشه و رسیدن به یک همچین تصویری توی چاپ که کاملا رنگ ها درست در بیاد. و این مسئله هم در نظر بگیرید که این صفحه و این صفحه پهلوی همدیگه نیستن، یعنی این ممکنه یک صفحه مثلا این فرم چاپی که هست اگر مثلا 50 در 70 چاپ شده باشه، شما یک صفحه رو مثلا ممکنه اینجا ببینید، یک صفحه مثلا اینجا باشه. خب وقتی که این دوتا صفحه با هم متفاوتن، یا اینجا و اینجا یا هر جای دیگه، طبیعتاً باید خیلی دقت بشه که رنگ این صفحه که این طلایی رو نشون داده و رنگ این صفحه و این نزدیک به هم باشه تا نشون بده که در واقع این یک آیتمه، یک شکله، یک تصویره.
حالا بعضی از تصاویر رو حالا ببینم کجا میبینم، آها مثلا مثل این، آها اینو انداخته روی وسط کار، یعنی این دو تا تصویر در کنار همدیگه بوده و چاپ شده. و خب اگر غیر از این بود میتونست مثلا این تصویر با این رنگ های تفاوتی بکنه. من ببینم جای این قضیه هست، مثلا همینجا، اینجا ببینید این دوتا تصویر دیگه پلوی هم نیستن، چون وقتی ما مثلا این فرم رو اگه فرم چاپی باشه در نظر بگیریم، من یه برگ دیگه باز میکنم، اگه این فرم چاپی باشه و ما در نظر بگیریم که این رو شماره صفحه بذاریم، صفحه یک، صفحه دو، صفحه سه، صفحه چهار، صفحه پنج، صفحه شش، هفت و هشت. خب در نظر بگیرید، خب وقتی ما اینو بازش میکنیم ببینید صفحه یک اینجا افتاده، صفحه دو اصلا پشتش افتاده. بنابراین کنترل این که این رنگ هایی که اینجا اومده با رنگ هایی که اینجا اومده درست در بیاد خیلی سخت میشه. همینجور ببینید صفحه دو اینجا در اومده و صفحه سه اینجا در اومده، که یعنی در واقع میتونه دو تا صفحه به این شکل باشه که اینجا زوجه و اینجا فرده. بنابراین این توی این تصویر توی این قسمت افتاده و این تیکه اینجا توی این قسمت افتاده. بنابراین تو زمان چاپ باید خیلی دقت کنن که این تصویری که توی این صفحه است و این یکی رنگ ها درست نزدیک هم باشه. اگر غیر از این باشه این تفاوت ایجاد میشه و کار اون جذابیت خودش رو از دست میده. حالا بعضی از تصاویرم هست که مثلا خب این 6 و 7 اینجاست، 5 و 6 صفحه 5 و 6 که خب میفته صفحه بعد، 5 و 8 ببینید اینا خیلی مهمه که رنگ ها درست در بیاد. حالا ما میام تو صفحه دیگه هم نگاه میکنیم، این مسئله باز اینجا هم هست، اینجا هم باید خیلی دقیق کار بشه که این رنگ این صفحه و رنگ این صفحه درست در بیاد و یکی باشه. اینا همه چیزاییه که میتونید بهش دقت کنید و توی طراحی حواستون باشه چه صفحه‌ای رو کجا کار میکنید و چه رنگی کار میکنید و در زمان چاپ هم این کنترل رو داشته باشید توی کار. این صفحه‌ای که اینجا در واقع دوخت شده، اگر فرم 50/70 گرفته شده باشه میتونه صفحه هایی به این شکل باشه، مثل 4 و 5 که یک در واقع یک صفحه است، یک صفحه بینش قرار نگرفته. این فرم هایی که به این شکل هستن و دوخت شده نشون میده که اینا پشت سر هم هستن. حالا ما اینجا نگاه میکنیم ببینیم دوخت بعدی کجا انجام شده. خب به نظر میاد که این، حالا من یه صفحه دیگه براتون تا بزنم که باز با هم اینو دقیقتر بررسی کنیم. اینجا من اینو تا میزنم و اینجا هم یه تا میزنم. فرم ها همونجور که میدونی توی کار به این شکل به فرما تا میشه و روی همدیگه قرار میده. اگر فرم 50/70 گرفته شده باشه، خب که ما بگیریم این صفحه وسط این قضیه که دوخت شده اینجاست، بنابراین یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، یعنی چهار صفحه که میریم جلو باید دوباره دوخت رو ببینیم. این یک صفحه، این دو صفحه، این سه صفحه و این چهار صفحه. بنابراین چون دوخت رو نمیبینیم طبیعتا این کار رو 50/70 چاپ نشده. ببینیم از اول میایم اینجا میشماریم ببینیم چند صفحه رو پوشش میده. این یک صفحه، دو صفحه،
سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه، شش صفحه، هفت صفحه، هشت صفحه. ببینید اینجا افتاد. بنابراین میتونیم بگیم که این کتاب با فرمای چاپی 170 چاپ شده که 8 صفحه 8 صفحه در واقع دوخت رو ما میتونیم ببینیم. که پس این مهمه که شما موقعی که طراحی میکنید و یک کتاب رو حالا میخواید چیدمان بکنید، بدونید که قراره با چه ماشینی در چه ابعادی چاپ بشه تا بتونید اگر لازم شد بدونید که این دوخت ها کجا میاد و کنترل لازم رو روی بخش صحافی و همینطور زمان چاپش داشته باشید که رنگ ها درست در بیاد. باز اینجا ببینید دوخته هست و خب این طبیعتا روبروی همدیگه افتاده، ولی صفحاتی که دوخت نداره اونا رو باید دقت کنید که ببینید آیا تو صحافی قشنگ مرتب روبروی هم در اومده یا نه. ببینید الان خیلی مویی که بخوایم نگاه کنیم در حد کمتر از 1 میلیمتر این جابجایی داره که این اصلا اجتناب ناپذیره، یعنی کار خاصی نمیشه کرد. ولی اینجا ببینید اینجا کاملا روبروی هم افتاده. خب این از نظر فرمبندی و صحافی و قضایای اینجوری و رنگ ها رو هم که بهتون گفتم. از نظر محتوا که کار فوق‌العاده است، با دقت بسیار زیادی انجام شده. این کادرهایی که اینجا و قسمت‌های مختلف آورده و توضیحات جداگانه‌ای داده که از متن جداست، اینا خیلی به کار جذابیت میدن. شما اگر خواستید یه کاری رو صفحه آرایی بکنید، به این نکته‌های ریز و ظریفی که من بهتون میگم دقت بکنید. اگر که کتاب مصور هست حتما سعی کنید که جا جای کتاب تصاویر رو بیارید و توضیحات مضاعفی روی اون قضیه بدید. الان مثلا این سنگ نوشته رو آورده و اینجا توضیح جداگانه ای داده. حتی بعضی وقتا ببینید این الان اینجا از صفحه زده بالا. ببینید باید دقت بکنید که اینکه این از صفحه زده بالا زشت یا زیباست، این برمیگرده به توانایی شما و اینکه این کار رو کجا دارید انجام میدید. یعنی مثلا اگر که یک آدم آماتور هستید و بیاید بگید که خب این کاری که اینجا انجام شده قشنگه و من میتونم تصویرم رو بیارم روی خط اون بالا، کار قشنگی انجام شده، نه اصلا این معنی رو نمیده و باید کل قضیه با هم هماهنگ باشه، در واقع تجزیهش خوب باشه، ترکیبش هم خوب باشه. و اجازه بدید که این یه خورده زمان بهش بخوره و توی این قضیه حرفه‌ای تر بشید و بدونید که وقتی استفاده میکنید آیا این زیباتر شده یا نه. این تشخیص زیبایی و زشتی به مرور زمان عادت میکنید و یاد میگیرید که چه چیزایی میتونه زیباتر دیده بشه چه چیزایی نه. الان مثلا اینجا این رو آورده بیرون و برش داده. خب این کار قشنگی شده چون به این کار به این صفحه میخوره، ولی اگر که یک جایی یک کاری انجام بشه که شما مثلا بیاید تصویرتون رو ببرید بیرون از کادر بدون اینکه بقیه اجزا با هم هماهنگ باشه، شاید کار قشنگی در نیاد. برابر این اینو دقت داشته باشید. یا این تیکه رو ببینید، این تیکه خیلی کار جالبیه که قسمت‌های مختلفی تصویر رو یک کادر دایره کشیده و اینو آورده بیرون بزرگ کرده برای اینکه توجه رو به این قسمت
جلب کنه. همینجور توی این قسمت که ببینید تمام این کادرها رو کشیده و توضیحات هر قسمت رو داده، کاری که بسیار برای کسی که اهل تاریخه و مطالعه میکنه خیلی لذت بخشه، چون وقتی این کتیبه رو روی دیوار میره، این نقش برجسته رو روی دیوار میبینه، خب بدون این که راهنمایی باشه که توضیح بده بهش، میتونه از روی این کتاب متوجه بشه که این در واقع چه چیزی رو داره عنوان میکنه، پایان شاه، و این یکی آخرین پرتاب، و توضیح داده که این داستانش چی هست و به همین ترتیب جزئیات دیگه‌ای که توی کار هست. من همینجور اینا رو ورق میزنم و توجهتون رو جلب میکنم به قسمت‌های مختلف. کار جالب دیگه‌ای که انجام داده، اومده تمام نقش برجسته، حالا تمامش که نه، اغلبشون رو که من دیدم این کار رو روش انجام داده، اومده نقش برجسته ها رو به شکل در واقع برداری در آورده، یعنی اون موتیف رو کشیده بیرون و یک دیتیل گرافیکی از توش در آورده و اینجا عنوان کرده. کاری که دوست عزیزم داریوش مختاری، استاد داریوش مختاری، تو این سبک زیاد کار کرده و موتیفای جیرفت رو آورده و تمام اینها رو کار کرده و از کتاب‌های مختلف نقش برجسته ها رو کار کرده و کار خیلی ارزشمندیه که امیدوارم دوستان این کار ارزشمند رو ببینن و اسپانسر بشن و به شکل کتاب یا حالا مدیایی بالاخره این بیرون بیاد. خب به همین ترتیب اینجا باز یک کار دیگه ای انجام شده و این قسمت تصویر رو آورده بیرون و برش داده که خب کار جذاب و جالبیه. این به نظر میاد که چوغازنبیل باشه، چوغازنبیله، و من حقیقتش تصاویری با این دقت رو قبلا ندیده بودم. من چوغازنبیل رو از نزدیک دیدم و بنایی به همین شکل که میبینید متاسفانه نگهبان خاصی هم نداره و همه چیز در معرض دید همه هست و هر روز هم از بین میره و یک همچین بنایی رو ما نتونستیم ازش درست نگهداری کنیم و ازش استفاده توریستی بکنیم. این کار رو آورده اینجا و ببینید چه دیتیلی داده روی چوغازنبیل. من واقعا این دیتیل رو هیچ جا ندیده بودم. من خیلی کار لذت بخشیه تمام این تیکه هایی که توی کار انجام شده. یادمه که میگفتن این موقعی که چوغازنبیل رو باستانشناسای فرانسوی اومده بودن قسمت های مختلف رو در واقع پیدا کردن، تمام آثار باستانی که توی این قضیه بوده توی جاهای مختلف توی این زیگورات داشته بوده، اینا همه رو آوردن توی یه قلعه توی شوش که درست کردن باز از سنگهای اطراف همینجا، اینا رو توی اون قلعه نگهداری کردن و بعد از اونجا هم متاسفانه بردن به فرانسه و موزه لوور و موزه های دیگه که اونجاها ازش استفاده درست داره میشه. حالا آدم نمیدونه که خوشحال باشه یا ناراحت باشه که اینکه حداقل اینکه این آثار حفظ شده و هنوز هم وجود داره. شاید اگر نبرده بودن این آثار میتونست از بین بره. نوشته های خطی، نوشته های میخی که روی آجرهای خود چوغازنبیل هنوز موجوده. ما بریم جلو و ببینیم که باز این کارها چقدر مرتب و خوب انجام شده. اصولا خیلی داستان داره، خیلی چیزا میشه در مورد این کتاب گفت و جذابیتاش و
کارهای بی‌نظیری که انجام شده توش، ولی من به همین اندازه بسنده میکنم و امیدوارم که همه شما برید این کتاب رو بخرید، چون بسیار کار ارزشمندیه و باید یه جوری حمایت بشه، هرچند که به نظر میرسه ناشر چندان نیازی به حمایت‌های خیلی خاصی نداره، چون به هر حال این کتاب بدون حمایت انجام شده و کار بی‌نظیری از آب در اومده. حالا امیدوارم کتاب‌های مثل این هم باز دستم برسه که بتونم راجع به جزئیاتش کالبدشکافی کافی کنیم و توضیح بدم. مرسی که با من بودید، تا ویدیوی دیگه، فعلا خداحافظ.